انتصاب سید محمد به مشاور رئیس بنیاد مزدلفان از سوی آقای فتاح رئیس این بنیاد، همچنین ورود کشتی بزرگ چینی به بندر چابهار برای اولین بار و در این استان همچنان خواهی موند، از مسجد زرار مکی زاهدان و قرآن خونی ناب عبدالحمید که آدم وقتی که تلاوت ایشون رو گوش میده از محمد عبدالباسط هم قرآن رو قشنگتر و بی نقصتر میخونه، در این رابطه سخن خواهیم گفت. همچنین در مورد مسائل مختلف من جمله انتصاب آقای بهرام رادان، براندازان دیگه امشب خواب ندارن، تعداد خودکشی ها بیشتر میشه به سمت فرماندهی فراجا و اخبار دیگه، دوستان عزیز با خبرهای متنوع در خدمت شما خواهیم بود مانند همیشه. سلام ایرانیان، سلام همزبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، هموطنان در باکو، تالش، نخجوان، شیعیان کویت، بحرین، جنوب عراق، جنوب لبنان و بچون حوسی، بچون انصار الله و شیخ زگزاگی و یارانش در نیجریه، سر تا سر جان اونایی که صدای ما رو میشنوند. دوستان عزیز، سید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، البته رئیس سابق، که مدتی به مدت یک سال هم به عنوان رئیس منطقه آزاد، دبیر منطقه آزاد انتخاب شدن و درگیریاشو با باندهای قدرت میدونیم، متاسفانه در جمهوری اسلامی یکی از مصیبت ها دایره بسته مدیریتیه، در این چلو اندی سال این دایره همیشه بسته بوده، 2-3 هزار مدیر بودن، اینا به تناوب پستای کلان مدیریتی رو بین خودشون تقسیم میکنن، نماینده مجلس میشه، بعد مدتی میشه وزیر، بعد میشه مدیر کل، بعد میشه سفیر، بعد همینطور میچرخه دیگه. و وجود مدیران کاربلدی مثل سید محمد، کما اینکه آقای دوستی استان که الان به عنوان استاندار هرمزگان انتخاب شدن، دیدیم که با چه کارنامه درخشانی که حتی به عنوان استاندار نمونه انتخاب شدن، ولی متاسفانه اینجا فعال بودن، درست کار بودن تاوان داره و شما همیشه مورد عتاب هستید و مورد تنفر گروه دیگه. بالاخره آقای فتاح اومدن و حالا پست مشاوره‌ای به ایشون دادن، ایشون باید کار اجرایی بکنه، ایشون یک مدیر اجراییه و متاسفانه دردآور، هرچند که بالاخره دم آقای فتاح گرم که یه شغلی هم به ایشون داد. قصه ایست پر آب چشم دوستان عزیز، متاسفانه مدیران لیبرال، طنز ماجرا اینجاست، مدیران لیبرال خائن که در بهترین حالت ترک فعل میکنن، در بهترین حالت اصلا اعتمادی و اعتنایی به برنامه های دولت 13 ندارن، اونا برکنار نمیشن، سر جاشون هست، سفت محکم، مدیران انقلابی پایکار درستکار خونه نشین میشن. چقدر این حکایت حسه ایست پر آب چشم. حالا بگذاریم، نمیخوام خاطرتون رو زیاد مکدر بکنم دوستان عزیز، بالاخره امیدوارم روزی هم از این تعارضات عبور کنیم. خب اما دوستان عزیز، بهرام رادان اشتباه نمیگم؟ بهرام رادان نه سردار رادان سردار رادان، احمد رضا رادان، ما گفتیم بهرام رادان، سلبریتی ها خوشحال شدید، این احمد رضا رادان، این ورژنش فرق میکنه، این سرگروه ها و سردسته های فتنه 88 میشناسن ایشونو و فردیست بسیار پایکار، انقلابی و با صلابت. واقعا عذاب میکشیدیم نیروی انتظامی ما اینقدر خار و ذلیل باشه. فرمانده انتظامی تهران بزرگ بودن، البته ایشون در سال 88، و امیدوارم در زمان ایشون نیروهای فراجا و نیروهای انتظامی چند لحاظ معیشت، لحاظ سطح زندگی، شاید ارتقای سطح زندگی این نیروهای خدوم و زحمتکش باشیم که امنیت
انتظامی ایران بر عهده این عزیزان و چه از لحاظ شغلی، کاری و اون قوانینی که باعث میشه مأمور نیرو انتظامی ما تفنگ داشته باشه و جرئت نکنه از تفنگش استفاده کنه. سال گذشته مورد داشتیم دیگه که باید به 1001 جا فکر بکنه، پاسخگو باشه، 12 قانون تو ذهنش اون یک ثانیه مرور کنه. آیا این تفنگ ما با این شر میشه؟ باید خونه ما بفروشم، ماشین ما زن بچه ما آواره کنم، بذار بزنه ناکارم کنه. بالاخره واقعا چی بگه آدم؟ که متاسفانه در ایران نیروهای خدوم، نیروهای پایکار، نیروهایی که زحمت کشن، چه اون نیروهای نظامی چه انتظامی چه دستگاه های دیگه، اینا چقدر تحت فشارن. سلبریتی ها، عورت بنداز ها، اینا هر کاری میخوان میکنن، از هر چیزی هم معافن، معاف از مالیات، معاف از قوه قضاییه، معاف از بازخواست، 4 روز هم میبرن اونجا. بالاخره اونجا هم فکر کنید مثلا رفته یا آب هوایی عوض کرده یا تعطیلات آخر هفته ای رفته. اما اونایی که امنیت رو بر عهده دارن، نیروهای پایکار، نه، همیشه تحت فشار و مصیبت و 1001 بدبختی هم هستن، همیشه هم 8شون گروه 7شون. امیدوارم انتصاب سردار رادان بتونه که به حل بخشی از این معضلات در نیروی انتظامی کمک بکنه. ولی تا همین جاش خاک تو سر زیبا کلام خرد کپوت تاج زده، تا همین جاش براندازان، عورت بندازان و زیر مشکلونه همه تب کردن، خواب ندارن، میرن احتمالاً تو تریپ خودکشی، شاید خودکشی های بیشتر خواهیم بود. سخت منتظرم 16 کوزپت، مریم سرهر، دل پولی نجات و بقیه ارازل رو در چالش خودکشی ببینم. انجام بدید، انجام بدید، حتما موفق میشید. شما انجام بدید، من موفقیتتون رو تضمین میکنم. حلواتون رو میخوریم با امید خدا، میخونیم واسه روح به فنا رفته الفاتحه. خب اینم خندیدیم به ریش براندازان در بدامون. اما دوستان عزیز، جنگ کریدورها رو گفتیم چه قضیه مهمیه، چقدر واسه ایران میتونه سودمند باشه. ایران که مرکز دنیاست و دولت رئیسی هم که دیپلماسیش دیپلماسی اقتصادی منطقیه و پیوستن ایران به شانگهای، نیاز کشورها به ایران، به آسمان ایران، به دریای ایران، به زمین ایران، واسه دور زدن تحریماشون، واسه بالاخره بتونن مسیرهای جدید باز کنن، تو تنگنای ژئوپلیتیکی قرار نگیرن. فردا اگر چین خواست بره تایوان رو بگیره، بالاخره ممکنه تو مالاک تنگه مالاکا حالش رو بگیرن آمریکایی‌ها، هندی‌ها، بالاخره به جغرافیای ایران احتیاج دارن. روس‌ها هم سخت و هندی‌ها به جغرافیای ایران احتیاج دارن، کما اینکه هندی‌ها دارن التماس می‌کنن که با ما قرارداد 450 میلیارد دلاری هم ببندن. خاک تو سرت حسن گمال. و چون اونا هم به دنبال مسیرهای ارزان، نزدیک، راحت و امن هستن. در هر صورت همه چیز داره به نفع ما خوب پیش میره. ما میدونیم بندر چابهار ما که در جنوب استان سیستان و بلوچستان قرار داره، تنها بندر اقیانوسی ایران و میتونه کشتی های غول پیکر در این بندر پهلو بگیرن. اعلام شد که خط کشتیرانی مستقیم از چین به بندر چابهار با ورود اولین کشتی چینی افتتاح شد. این اقدام یکی از اقدامات اصلی برای فعالسازی این بندر میباشد. باید این راهن خاش به چابهار هم سریعا انجام بشه، یه مقدار مونده. خاک تو سر لیبرال ها، اصلاح طلبان، که این کریدورها و مسیرهای ریلی و جاده‌ای رو به تأخیر انداختن. اینا باید سال 4-5 سال پیش انجام میشد، متاسفانه عقب افتاد. مثل مسیر ریلی رشت به آستارا و تبس به ایچه برون، اینا باید سریعا تکمیل بشه. حالا وزارت راه شهرسازی گفته تو این 2-3 ساله انجام میده این قضیه رو. امیدوارم هر چه سریعتر، چون الان فصل برداشت ماست و این میتونه درآمدهای هنگفتی واسه ایران بیاره، میتونه مردم رو در این درآمدها شریک مستقیم بکنه و میتونه ما رو چی؟ تحریم ناپذیر بکنه.
خب این اقدام یکی از اقدامات اصلی برای فعالسازی این بندر می باشد که از آن به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کریدورهای شمال و جنوب می توان نام برد. با این اقدام هزینه انتقال هر کانتینر 400 دلار کاهش پیدا کرد و از لحاظ زمانی نیز بار 10 روز بیشتر زودتر به دست صاحب کالا می رسد. مثلا واسه آسیای میانه، واسه ترکیه، واسه روسیه، کشورهای دیگه نیاز به دور زدن دریای سرخ و کانال سوئز و اینا کلی هزینه است دیگه. سفارش بیش از 50 کشتی در شمال افزایش کریدور مسیر روسیه به هندوستان و قراردادی با کشور روسیه برای ترانزیت 20 میلیون تن بار در سال. اینا به سرعت در حال انجام. سفارش بیش از 50 کشتی در شمال، چون بیشتر رو از کشتی از بندر آستاراخان میارن به انزلی یا آستارا و از اونجا با راهن میان به چابهار یا بندر شیدرجایی در بندر عباس و اینو کشتی میبره به چین، هندوستان یا هر جا که خواستن. افزایش سرعت ساخت راهن رشت انزلی آستارا و چابهار زاهدان. البته زاهدان به خاشش تقریبا آماده است، فقط خاش به چابهارش مونده. از دیگر اقدامات ایران در این زمینه می باشد تصویر مربوط به دیروز و کشتی 6500 کانتینری چینی. این تصویر هم مربوط به همین کشتیه که 6500 کانتینر می گیره. هر کانتینر رو یک تریلی هم کنه، یعنی 6500 بار تریلی که چقدر میتونه. ما نیاز داریم که ناوگان جاده ایمونو تقویت کنیم، نوسازی کنیم، تریلرهای جدید بیاریم، کم مصرف و کانتینردار بروز، و این میتونه باز بشه که راننده هایی که تو این عرصه هستن بالاخره دولت باید حمایت کنه، وام بده و اینا بتونن تریلرهای جدید بیارن. چقدر میتونه باعث تغییر شرایط بشه به نفع رانندگان تریلر تو این مسیر. چقدر شغلای دیگه، شغلای جانبی میتونه شکل بگیره. این یک کشتی بوده دوستان عزیز. ببینید که اگر روزانه چندین کشتی بیاد و فقط قرارداد با روسیه واسه 20 میلیون تن بسته شده در سال، چه حجم عظیمیه. این قرارداد با قزاقستان هم بسته شده نزدیک 8-9 میلیون تن در سال، همچنین با ازبکستان، ترکمنستان، یک کمربند یک راه چین بیشتر از 30 میلیون تن در سال، و اصلا یک انقلابی در اقتصاد ایران انجام میده و غرب هم تمام تلاشش رو انجام میده که دوستان عزیز این کریدورها به سرانجام نرسه یا وقفه توش بیاندازه. جنگ مثلا قره‌باغ بین باکو و ارمنستان یا جنگ داخلی در عراق، در سوریه، اینا همه تلاش غرب بوده واسه اینکه این مسیرها به شکست برسن، چون واسه اونا بحث هست و نیستشونه و اقتصاد دریایی از چرخه میفته و باعث نابودی اونا میشه. یا برکناری عمران خان و قضایای جنگ داخلی، یا میشه گفت چالش های امنیتی که تو پاکستان هست، تو افغانستان، اینا همه بخشی از تلاش های مذبوحانه غربه که تو این وقفه بنداز. و همچنین جنبش فواحش عورت بندازا در ایران و خلحمید، این زیرمشکلو، این چارکارته، این با پولایی که از محمد منجل اربابش در حکومت حقیر و آدمکش سعودی میگیره، هدفش اینه که سیستان و بلوچستان رو ناام بکنه تا این کریدورها انجام نشن، تا توسعه در این استان شکل نگیره و خودش با گزماش و اون جیش الظلمش بتونن امیر المؤمنین سیستان بلوچستان بشن. حالا یک کلیپی منتشر شده دوستان عزیز، از این بالاخره هر مولوی، هر آخوندی، هر ماموستایی، هر اسقفی، کشیشی، چه میدونم، بالاخره هر کسی که مبلغ اون دینه باید بلد باشه که بتونه کتاب آسمونی اون دین رو بخونه دیگه. قرآن خونیه خلحمید رو ببینید که چطور هم بهش میگن. این بابا چهارکارده زیر مشکلون ملازاده برادر زنش گفت این بی سواده، فقط جاه طلبه
و آقای لاریجانی، نه علی لاریجانی، اون لاریجانی که مسئول حقوق بشر اسلامی بود به اصطلاح، امروز گفت مسجد ضرار مکی شده محل فتنگران و توپید به خلحمید. حالا بریم ببینیم این زیر سری، ببینیم قرآن چطور میخونه. ما تو کلاس راهنمایی خوندیم دیگه، وقتی دو تا کسره میاد اینو بهه خونده میشه، باید این بهی بخونی دیگه. اینو ما تو راهنمایی دوستان عزیز، قواعد زبان عربی، این هنوز این قاعده رو بلد نیست و بهش میگه خودتون گوش بدید دوستان عزیز. و شرمنده هم روم سیاه که باید صدای انکر الاسفاتش رو گوش بدید، بالاخره روم به دیوار باید این صدا رو تحمل کنی. حالا من موندم اون اسکولایی که پیرو و اینن تا منبر نشین اینن، البته این بیشتر حکایت پشه است دور مدفوع دوستان عزیز، پولایی که از محمد منجل میرسه این یه بالاخره یه گوشه ازش هم به اون جلو اونا پرت میکنه و اون ارادت بیشتر واسه اون پولاز تا واسه این انکرال مظهر، انکرال قیافه، انکرال صدا. گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من لكم من چل بار میخونه بلد نیست تا بهش میگن فأخرج من کمکش به تقلب میکنه فأخرج به من خرد کبود خلمی رزق لكم فلا تجعلوا لله اندادا خاک تو سرت خانمید که یه قرآن خوندن یه روحانی، یه روحانی ساده رو بلد نیستی انجام بدی، زیر مشکلو. و این اصلا مایه ننگ مولوی هاست. به نظر من مولوی ها باید روبروی این انکرال ظاهر و باطن، این چهار کارته باید موزه بگیرن. این هم بی سواده، هم فاسده، هم خائنه، هم فتنگره، هم با گروه گزمه های جیش الظلم مولوی هایی که مخالفشن و میان ترور میکنن. و اینو باید اعلام براءت بشه مولوی ها ازش. علوم دینیش هم، سواد علوم دینیش هم با قول ما هم خزره. جالب، خودشو در بقیه علوم هم صاحب سبک و صاحب سخن میدونه. خاک تو سر اونایی که پای روزه این زیر مشکلون، اونا دیگه زیر مشکلون به توان منفی سه زیر مشکلون. چون این خودش هم آویزون و زیر مشکلون کسای دیگه است، خیلی های دیگه. خب اینم در مورد خلحمید. دیدم یه اقدام جالبی دیدم، برخی رفته بودن تو مترو، یا به قول یه دوست پنسپرداز اهوازی بود میگفت مترو، خود این رفته و جالبه عکسایی برده و مثل عکسایی از هیتلر، ابوبکر بغدادی، مسعود رجوی، مسعود ششو و کسای دیگه، نه مسعود ششو نبوده، مسعود رجوی، مسعود مفقود الاثر. و گفته اینا مشمول عفو شدنه، آزاد شدن. مثلا ما میبینیم هیتلر بعد از کودتای آبجو فروشی، روبروی آبجو فروشی اومد و این محکوم شد، اما یه سال بیشتر تو زندان بود و عفو شد و دیدیم دنیا رو به چه جنگ و ویرانی کشون. یا ابوبکر بغدادی و میگه خواستن بگن که، البته میگه
لیست زیادی داده، اونایی که عفو شده بودن، همون سلیته‌ای که شهید دلاور ما صیاد شیرازی عزیز و ناجوان مردانه ترور کردن، اینا تو دهش از مورد عفو قرار گرفت، که البته خیلی هم با درد و مصیبت عکسشو ببینید، دهنش واق مرده و مرده، یعنی با فضاحت بارم مرد. این شهید صیاد شیرازی رو ترور کرد، به شهادت رسوندن و میگه که آقا هر کسی لیاقت عفو نداره، اونی باید منتبه بشه، باید لیاقت داشته باشه، وگرنه هیتلر و ابوبکر بغدادی و 365 اسمم که فقط از توفالهای خلقم بودن منتشر کردن که اینا عفو خوردن اما دوباره برگشتن و بدتر از قبل به کارشون پرداختن و به جنایت هاشون ادامه دادن. پس هر ننمن خبری رو نباید مورد عفو قرار داد، لیاقت نباید داشته باشه، باید واقعا منتبه بشه، دو روز بره و بعد آزادش کنن. خب این از این. یک کار خوبی امروز اعلام شده از سوی مدیر کل بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور. این کار خوبه، میگه که اینو گوش بدید. الان در مجموع ما طبق بررسی هایی که انجام دادیم، الان اگرچه ما در سابق چندین مسئول دستگاه ها رو براش رو ترکیفل گرفتیم، پرونده تخلفاتی تشکیل شده و در مراجع مربوط تشکیل، اما در حال حاضر برای مسئولین سابق وزارت خونه ها مثل وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت در واقع نیرو و سازمان برنامه بودجه و سازمان ملی استاندارد، ما طبق ماده 32 و 33 سازمان بازرسی کل کشور تفهیم اتهام صورت گرفته، عقص دفاعشون صورت گرفته و پرونده در سیر ارجاع به مرجع قضایی هستش. این اولین بار هستش که پرونده قضایی در واقع مسئولین عالی رتبه کشور به دادسرای در واقع تهران مطرح. این خیلی خوبه دوستان عزیز که مسئولیت، صندلی مسئولیت باید داغ باشه و سازمان بازرسی کل کشور واسه اولین بار برخی از مسئولین دولت حسن روحانی رو به دادگاه فرا خوندن و باید پاسخگوی عملشون باشن، واسه ترک فعلاشون، احیانا واسه خیانتهاشون، کمکاریهاشون. و این کار درسته، نباید مسئول فکر کنه هر غلطی میتونه انجام بده کسی به کسی هم پاسخگو نباشه، نباید هر فکر کنه هر جنایتی، هر رزالتی انجام بده، هر ضربه‌ای به کشور بزنن بعد همینطور راست راست بگردن و به ریش بقیه هم بخندن و طلبکارم باشن. تازه مثل این همتی بی همه چیز طلبکارم هستن. خاک تو سرت زیبا کلام. و برای اولین بار پرونده قضایی مسئولان عالی رتبه، مثلا همین زنگنه وزیر نفت، این یه مورد خیانتش قرارداد کرسنت بوده. یه نمونهش این بود که خودش با افتخار گفت ما یک دونه پالایشگاه نساختیم، محیط زیست آلوده میشه، محیط زیست دونه تو حلقت. یا مثلا عباس آخوندی مال وزیر راه و شهرسازی افتخار میکرد که یک خونه نساختن. اینا رو با افتخار، خب اینا باید پاسخگو باشن آقا، این خیانته. و کسانی دیگه، افرادی دیگه. و این قدم خیلی مثبتیه، باید صندلی مسئولیت داغ باشه دوستان عزیز، یعنی آرام نباید بشینن روی صندلی و باید فکر کنن که حتی روزی که این صندلی رو ترک کردن باید پاسخگوی عملشون باشن در زمانی که روی این صندلی نشسته بودن، به خاطر اقداماتی که انجام دادن و یا احیانا انجام ندادن و یا دیر انجام دادن. و این خیلی کار درستیه و اینو باید به فال نیک گرفت. ما مدت ها بود که به دنبال این بودیم. دست آخرم میخوام یه کلیپی بذارم، قبلش میخوام عذرخواهی کنم از دوستان آذری که من این کلیپو میذارم، فقط منبع به این که برخ آدم هایی که مثل امیددانه ها هستن و این زیرمشکلون قبلا چی میگفتن، از سادگی ما استفاده میکردن و واسه خودشون فالوور و بازدید و درآمد کسب کردن و حالا که لابد از سوی محمد منجل و جریانات ایران ستیز پولی واسه شون پرت کردن جلوشون و اینا هم مثل سگ دارن واسه شون دم تکون میدن و خیانت های اینا حتی واسه سردار سلیمانیه که تا دیروز عشق میریخ، البته اینا عشق تمساح زیاد میریزن،
امروز داره اصطلاحاً ایشونو استهزا میکنه. البته حکایت اینا حکایت کسی بود که میرفت سر راه مردم، معذرت میخوام، مدفوع میکرد، بعد بهش میگفتن واسه چی این کارو میکنی؟ گفت سر راه مردم، میگفت اینکه مردم وقتی فحش میدن میگن لعنت به پدر کسی این کارو انجام داد، من دیگه معروف میشم، شهرت پیدا میکنم. اینا حکایت همونان دیگه دوستان عزیز، با این جور مواضع میخوان خودشونو مشهور کنن سر راه مردم، سر افکار مردم و سر مقدسات مردم. این علی دایی، این که قبلا بدونیم چه کاره بودن و حالا دم زده نشون از مردم، کدوم مردم؟ اون بخش کوچکی از عورت بندازها، جنبش فواحش، پری بلنده ها و لاتلوتو و سلبریتی ها، اونا واسه شون مردمه، بقیه خب مردم نیستن. ببینیم لااقل نسبت به همزبانان خودش چه فکری داشته. من عرض میکنم دوستان، من عذر میخوام از دوستان آذری، خودشون برن جوابشو بدن که به عنوان یک ایرانی فرقم نمیکنه. غلط کرد علی دایی همچین حرفی، همچین توهینی به آذری ها بکنه. به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هموطن، اولین نفرم من میگم. بشنوید دوستان عزیز. تبریزلردن، تبریز اردنلرن لج دیالار. یو بو مثلا تبریزلرن کیندا باشا 2 درصد آدم حسابی بود، 2 درصد. 98 درصد پختدن. آدم حسابیسی کیشی دیو. آره، بل مردو لیلا. توخ کیشی دی. بو دا اولاردن. منم 3 4 تن تبریزی دوستم. کسافت شالاتان حقباز. میگن بازم معذرت میخوام، میگه 98 درصد مردم تبریز گوه هستن، 2 درصدشون آدم حسابی. گوه جد آبادته، گوه اون تفکر کسافت مزخرفته که فکر میکنی 4 تا جفتک زدی و به قول علی پروین بلده بودی 2 تا روپایی بزنی و فکر میکنی از دماغ فیل افتادی. این سلبریتی ها همه شون همینطورن، طلبکارن. اونجا هم که مردم مردم میکنن دوستان عزیز، واسه بازدید بیشتر، واسه مچ سواری، واسه دیده شدن، واسه شالاتانیز. اما نگاهشون به مردم همینه. مگه سام درخشانی نبود؟ میگفت این مردم چشمشون شور شده، مالم به قول معروف چشم میزنن. دیگه مردم قلنگن، مثلا واسه این الدنگ، واسه این زیرمشکلو بیان چشم مال سام درخشانی بزن. همشون همینطورن دوستان عزیز. خب رسیدیم به پایان برنامه. اینا کف روی آبن دوستان عزیز، اینا پالایش شدن و میشن. از این چیزا نهراسید و اینا توفالن که پالایش میشن، از مسیر ما کنار میرن و ایران ما به سرعت و شتاب به حرکت خودش ادامه خواهد داد. قربون تو برم دوستان عزیز، خدا وکیلی خودتون میبینید که ایران ما شتابان به سمت فر و اقتدار، دشمنان ما هر روز زارتر، ذلیلتر، بدبختر، بیچاره تر، و ایران مثل بولدوزر داره موانع و از سر را بر میداره. تا تا بزن کنار، زیر دست پاله نشی، شهرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.